در ادامه سلسله تجمع ها و حرکت های اعتراضی فعالان حقوق بشر در اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در ایران این بار سوم دسامبر 2016 میلادی مسیحیان کلیسای فارسی زبان سوئیس تجمعی را در شهر برن برگزار کردند در همین ارتباط گفتگویی داشتم با سخنگوی این حرکت اعتراضی میلاد بهاریان توجه شما رو به این گفتگو جلب آقای بهاریان سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنید با درود خدمت شما آقای بهشتی و بینندگان محترم شبکه دور تیوی من هم خوشحال هستم که بار دیگر با شما هم صحبت هستم آقای بهاریان سوم دسام شما یک تجمع اعتراضی رو در شهر بین برگزار کردید برای بینندگان ما در ارتباط با اهداف و خواسته های این حرکت اعتراضیتون توضیح بدید ما جمعی از مسیحیان ایرانی مقیم سوئیس در جهت حمایت از عزیزان مسیحی در بند رژیم جمهوری اسلامی مثل مریم نقاش زرگران، ابراهیم فیروزی و 92 نفر از نوکیشان مسیحی و همینطور در حمایت از خانم نرگس محمدی، عبدالفاتح سلطانی، آرش صادقی و دیگر زندانیان سیاسی و دگراندیش که در بند و اسارت جمهوری اسلامی هستند ما برای آزادی آنها دعا کردیم همانطور که همه ما میدانیم ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد دو و بیست و این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده 18 همان میثاق اطمینان حاصل کند ماده 18 به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است منع تغییر دین مسلمانزادگان از طریق شرکت در کلیسای رسمی را در سال 2012 اتخاذ کرد از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه های غیر رسمی مانند کلیسای خانگی شدهاند. این تجمعات غیر قانونی قلم داد شده و غالبا مورد حجوم نیروهای امنیتی قرار می گیرد مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی مواجه می شوند. مقامات جمهوری اسلامی با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت آمدانه آنان را مجبور به ترک وطن می کند از زمان برداشته شدن تحریم های بین المللی رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت های تجاری تمایل نشان دادند به عنوان مثال پارلمان اروپا در جوان 2016 تحلیل استراتژی خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته ای را با کمترین اشاره به مواد حقوق بشری منتشر کرد از این رو سازمان های حقوق بشری به همراه کمیته ماده 18 به همراه 18 سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه مشترک از جامعه بین المللی خواستند تا به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران خاتمه بدهند و ما با این آکسیون اعتراض به نقص فاحش حقوق بشری در ایران و آزار و دستگیری نوکیشان مسیحی در حمایت از بیانیه مشترک این 19 سازمان و نهادهای حقوق بشری بدین وسیله اعلام همبستگی نموده و با فرستادن قطعنامه به سفارت جمهوری اسلامی و امضاع شرکت کنندگان در این آکسیون اعتراض خود را به سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در جهت سرکوب حقوق مدنی و اجتماعی مردم ایران اعلام نموده ایم آقای بهاریان سپاس گذارم. از شما و همکارانتون تشکر میکنم آقای بهشتی با درودی دیگر